درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان. با 37 میزگرد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز سه مهمان بزرگوار داریم: آقای اسفندیار خلف، آقای فرهنگ قاسمی و آقای آریو مانیا. قرار استش که امروز در مورد جنبش‌های اجتماعی و سندیکالیسم صحبت بکنیم. به هر سه مهمان بزرگوار خوش آمد میگم. پرسش نخست رو مایلم از آقای قاسمی بپرسم. آقای قاسمی، ممکنه برای بینندگان ما بگید که جنبش‌های اجتماعی چی هستند، چطور به وجود میان و از چه جهت حائز اهمیت هستند؟ با درود خدمت شما آقای اسفندیار خلف، آقای مانیا، هممیهنان عزیز و اتصاب کنندگان و اعتراض کنندگانی که در ایران برای مطالبات خودشون بیش از 15 روزه که در اتصاب هستند و مبارزه می کنند. جنبش های اجتماعی چگونه به وجود میاد؟ برای اینکه بدونیم جنبش های اجتماعی چگونه به وجود میاد، ما باید به یک مسئله توجه بکنیم و اون مسئله اساسی قدرت و اقتدار دولت هست. یعنی جنبش های اجتماعی یه چیزی نیست که در تاریخ خیلی طولانی باشه، بیش از 200 سال نیست که به وجود اومده. یعنی با مدرنیسم و با صنعتی شدن به وجود اومده و گسترش پیدا کرده. جنبش های اجتماعی در معمولا در کشورهایی هست که قدرت در دست ملت هست. یعنی یک حالتی، ببینید، دو نوع قدرت داریم. یکی قدرتی داریم که در دست یک آدم مستبده. این آدم مستبد برمیگرده به دوران استبدادی و الان هم در کشورهایی داریم این شکل رو، مثلا چین، مثل کره شمالی و کشورهای دیگری که کوچکترین آزادی در اونجا وجود نداره. بنابراین جنبش های اجتماعی مفهومی نداره. جنبش های اجتماعی وقتی مفهوم پیدا میکنه که ما خودمون در چارچوب دولت ملت قرار بدیم. یعنی از یه طرف یک دولتی وجود داره، از یه طرف یک ملتی وجود داره. وظیفه دولت اینه که برای ملت رفاه و آسایش و دادگستری و عدالت اجتماعی و به اصطلاح نان و بهداشت و تمام اینها رو فراهم بکنه. اصلا دولت برای همین به وجود اومده. ولی هم خود دولت و هم در دولت و در جامعه یک سری عوامل ذی نفوذ وجود دارن که جلوی این کارو میگیرن. یه موقع است که خود دولت مثل جمهوری اسلامی که خود به اصطلاح دولت مقتدره که جلوی، یعنی به اندازه اون چیزی که باید به جامعه بده، به مردم بده، نمیده. بنابراین در مقابلش جنبش ها و اعتراضات اجتماعی به وجود. ولی همیشه او تنها نیست، یک عوامل ذی نفوذ نیز وجود دارد. این عوامل ذی نفوذ مثل سرمایه‌دارانند، مثل کارفرمایانند، کارفرمایان بزرگند، زمینداران بزرگند، مثل اولیگارشی هستند، مثل بانکدارانند و تمام کسانی که استثمار میکنن جامعه. اینها عوامل ذی نفوذ هستند که نفوذ می کنند و اجازه این که دولت بتونه کار خودشو به اون شکلی که باید در دموکراسی و یا در قراردادهای اجتماعی
در قانون اساسی مطرح شده نمیذارن به وجود بیاد. اون وقت جنبش های اجتماعی به وجود میاد. جنبش های اجتماعی وقتی درست به وجود میاد که برای در چارچوب دموکراسی باشه، در چارچوب سوسیالیسم باشه و در چارچوب آزادی هایی باشه که از نقطه نظر قوانین بین المللی و حقوق انسانی به جامعه داده شده. بنابراین جنبش های اجتماعی برخواسته از سنتی شدن و مدرنیسم، برخواسته از نوعی از دموکراسی که در اون میتونه حرکت بکنه. جنبش های اجتماعی یک حرکت سیال هستند، روانه‌ای هستند، در حال تحول و در حال تغییر هستند و جنبش های اجتماعی رو هستند که میتونن دموکراسی رو بسازن، دموکراسی رو ازش حفاظت بکنن. در جامعه‌ای که جنبش های اجتماعی وجود نداشته باشه، بدونید که در اون جامعه دموکراسی وجود نداره، عدالت وجود نداره، فقر گسترش پیدا میکنه و آزادی وجود نداره. این سعی کردم که به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم. متشکرم از شما. آقای مانیا، جنبش های اجتماعی در ایران در طول 100 سال گذشته همواره سرکوب شده در هر دو رژیم، به خصوص در رژیم جمهوری اسلامی. فکر میکنید تأثیر فعالیت های جنبش های اجتماعی جدید بر توسعه سیاسی ایران شما چگونه ارزیابی میکنید؟ درود دارم به شما آقای جعفری و دو مهمان گرامی، آقای خلف و آقای قاسمی و همچنین مردم ایران. ببینید اینجا یه نکته هست که نخست من بایستی اون را حتما یه مقداری یادآوری بکنم، این که توی علوم اجتماعی به طور کلی، تو علوم انسانی، در جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی، بلکه به طور کلی تو علوم انسانی، تعریف واژه ها از اون دقتی برخوردار نیست که توی علوم طبیعی هست، که اونم پر باز است. برای چی؟ برای اینکه پدیده‌های اجتماعی خیلی زنده ترن، چند سویه هستن، ناهمسازن، گاهی اوقات این سویه ها با هم دیگه و پربسامد هم نیستن مثل علوم طبیعی. من وقتی میخواستم این موضوع رو یک نگاهی بکنم دربارش، دیدم نزدیک 15 یه لیستی بود، 15 تا دیدگاه، یعنی هر کدوم از این جامعه شناسا دیدگاه ویژه خودشون داشتن و تعریف ویژه خودشون داشتن از جنبش اجتماعی. خب پس حالا با لحاظ این نکته میتونم بگم که ببینید، وقتی که یه تعدادی از افراد، چند ده نفر تا چند میلیون نفر، برای یک منافع و خواست مشترک گرد هم بیان، هدف مشترک داشته باشن و آگاهانه و با اراده دست به یه عمل جمعی بزنن، ما میگیم یه جنبش اجتماعی پدیدار شده. این جنبش ها میتونه، گفتم همونطوری که از یا خیلی دراز دامن باشه یا کوتاه باشه، چند روزی پدید بیاد و بعد ناپدید بشه یا چند ماهی، اما به هر حال اون هم جنبش اجتماعی است. توی این تعریف پس بنابراین نکات اصلی این بود که حتما بایستی اینا منافع و خواست مشترک داشته باشن و اینکه آماج یگانه ای داشته باشن، با آگاهی و اراده و کم یا بیش سازمان یافته هم باشن. حتی همین اعتصاب کارکنان صنعت نفت، کارکنان پزشکی پالایشگاه صنعت نفت، کارگران کارمزد و پروژه‌ای، اینا هم یه حداقلی از سازماندهی دارن که میتونن یه دفعه با هم این کارو بکنن، همزمانی کارو بکنن. خب اینا به یه عمل جمعی دست میزنن و این عمل جمعی
بیرون از حوزه نهادهای رسمی، چون توی نهادهای رسمی برای اینا هیچ اهرمی وجود نداره، ابزاری وجود نداره که بتونن خواست خودشون رو پیش ببرن. پس این نکته هم بایستی اشاره کرد به جنبش اجتماعی که چی میتونه باشه. همیشه جنبش های اجتماعی خارج از حوزه نهادهای رسمی هم هستن، دست به یه عمل جمعی میزنن و این میشه جنبش اجتماعی. حالا شما پرسیدید که در توسعه سیاسی چقدر تاثیر میذاره رو توسعه سیاسی جامعه. به نظرم که همچین پرسش کردی داره. آره ببینید، گاهی اوقات هستن که جنبش های اجتماعی خیلی دیر زمان میشن، یعنی بیشتر میمونن، گسترده تر میشن، میلیونی تر میشن، سراسری تر میشن، فراگیر تر میشن. و اصلا از در زمانی که ما احزاب سیاسی در جامعه نداریم، حتی نقش احزاب سیاسی رو به شکل این چالشگری سیاسی احزاب سیاسی رو نقشش رو انجمن ها بازی میکنن، این جنبش ها بازی میکنن. و در واقع همونجور که آقای قاسمی هم گفتن، یه ملت زنده همیشه از این جنبش ها داره، همیشه در اونش جنبش ها وجود داره. حالا توی کشور دموکراتیک هم هست این جنبش ها، ولی حالا ما بویژه دوست داریم در مورد این جنبش ها در کشور خودمون سخن بگیم. شما همونطور که اشاره کردید، از پیش از مشروطه از جنبش بابیان داشتیم، بعدش جنبش مشروطه داشتیم که خیلی موفق بود، جنبش ملی شدن نفت داشتیم، همونطور که میدونید در متاسفانه یک رویداد شوم 57 هم داشتیم که همون جوری که جیمز دیویس میگه، یکی از همین کسایی که دیدگاه ویژه داره، میگم جیمز دیویس میگه که اگر یک جنبش اجتماعی بتونه یه رژیم رو سرنگون کنه ولی خودش نتونه بهتر از اون رژیم سرنگون شده جامعه رو اداره بکنه، جامعه به طرف فروپاشی میره. یه نکته خیلی جالب. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع بنیاد سیاست در جامعه ما جنبش های اجتماعی هستن. و یه نکته هم میخواستم اینجا فقط اشاره کنم، این که ببینید ببینید انجمن های سندیکای سنفی و انجمن های مدنی، اینا همواره بایستی مستقل باشن، هم از پوزیسیون هم از اپوزیسیون. خب اینا اهرم هایی نیستن در خدمت حزب سیاسی ویژه، چنان که مثلا سندیکای کارگری یه زمانی چپ ها مثلا فکر میکردن که تو قباله اونا زدن اینا رو و به شکل اهرم سیاسی ازشون استفاده میکردن برای پیشبرد امر سیاسی خودشون. اینی که بیشترین توان و نیرو و پایداری انجمن های مدنی در مستقل بودنشونه. این که مستقل باشن خیلی نکته مهمیه. من فکر کنم کم و بیش در این مورد نکاتی رو گفتم. متشکرم. به شما برمیگردم آقای مانیا. آقای خلاف، در طول ده سال گذشته جنبش های اجتماعی زیادی تو ایران شکل گرفته، یعنی در مقایسه با 100 سال گذشته تو این ده سال خیلی بیشتر بوده، از جنبش موسوم به جنبش سبز که بعد از اون کودتای انتخاباتی در جمهوری اسلامی شکل گرفت تا جنبش های خردریز، جنبش های زنان، جنبش میتو، جنبش های دانشجویی، جنبش های کارگری و هنوز هم ادامه داره در شبکه های اجتماعی. این جنبش ها به صورت مجازی هم هر روز داره بازتولید میشه و زنده میشه، ولی همواره سرکوب میشه از سوی حکومت. فکر میکنید نقش این جنبش ها بر توسعه سیاسی ایران چیه و اینکه چه چالش هایی رو برای این جنبش های اجتماعی شما میبینید؟ من هم سلام دارم خدمت شما، همچنین آقای قاسمی، به آقای آلیومانیا و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان. اول اجازه بدید یادی از آن یاد ابوالفضل قاسمی بکنیم. امروز 24 تیر زندیاد ابوالفضل قاسمی در 24 تیر 1359 توسط جمهوری اسلامی دستگیر شد. به قبلش هم ایشون اولین انتخاب مجلس شورای ملی اون زمان بود، در بعد از 57 منتخب درگز بود و نگذاشتن این زندیاد به شورای ملی را بیده کنه. به واسه من به عنوان یه شخصی که از نوجوانی ایشون را میشناختم تو تهران،
همیشه خاطرهای گوناگون دارد. برگردیم به اصل مطلب جنبش سندیکایی. بعد جنبش سندیکا به جنبش های مدنی انجمن ها در ایران از زمان مشروطیت تأثیر حتی اون انجمن نسوان زنان بود، تأثیر بسزایی داشت در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت. در جنبش ملی نفت هم کارگران و کارمندان صنعت نفت نقش بسزایی بازی کردن در کنار دولت مصدق برای رسیدن به اون قانون ملی شدن صنعت نفت. همین رژیم بروکراسی اسلامی مستبد خودش برآمده از اعتصابات سال 57 در ادارجات به شرکت ملی نفت. من بگم این تاریخی داره در ایران ما در 120 سال اخیر. ولی در ایران نگاه به جنبش های سندیکایی صنفی انجمن ها و و برداشت های مختلفی، دو نوع برداشت داره، یکی چه ارتجاع مذهبی باشه به چه استبداد نظامی شاهی باشه، همیشه این به علت نبود آزادی اینو محدود برسید. که یکی از پدیده های جنبش سندیکالیسم در غرب، حالا بعدا روش میام، خودش به خاطر آزادی خواهی و در حوزه جنبش های اجتماعی مدنی تأثیر بسزایی داره، ولی در ایران همیشه این محدوده و ممنوعه. این نگاه رژیم، حالا چه پادشاهی باشه به چه مذهبیش. ولی جنبش چپ ایران که بیشتر نگاه شرقی داشت یا چپ شرقی بود، اون هم یک برداشت حزبی انقلابیگری از جنبش های سندیکایی و اجتماعی داشته و دارد. همون صحبتی که آقای مانیا دست گذاشت در مورد استقلال سندیکا در غرب یا در فرانسه، یا در بگم نگاه احزاب سوسیال دموکرات، بنده مدت 10 سالی توی شرق با خصوص شرق فرانسه به خاطر صنعتی پژو، آلستوم، جنرال الکتریک، پرو خیلی چیزه دیگه، یک مناطق صنعتیه، مسئولیت داشتم در مورد تماس با سندیکا رسمی به خاطر حزب سوسیالیست فرانسه. ببین اینجا یه خط قرمزایی هست که شما باید استقلال سندیکا را خواستش رو احترام بذاری، گوش کنی. اون حالت تماس برقرار کردن رد بدل پیام ها برنامه هاست، ولی همیشه باید اون رهبرهای سندیکالیست چه سجده باشه چه سجده بگم رفورمیستره یا سجده که بیشتر رادیکاله به حزب کمونیست سابق ولی الان اونم فاصله گرفته، یا سندیکای کادر تو سندیکای گوناگون وجود داره، این قبل از هر چیز استقلال خودش میخواد. با حفظ استقلال خودش که میتونه توی مذاکرات جنبش های اجتماعی خاص صنفی تأثیر گذار باشد. این متاسفانه چه رژیم حاکم در ایران و چه اپوزیسیون ایران، حتی اپوزیسیون چپ ایران، اینو درک نکرده که اگر این جنبش سندیکایی اجتماعی مدنی در ایران که خودش یکی از عناصر دموکراسی خواهد بود و نقش بسزایی در جامعه شهروندی بازی میکنه، اگر ما به این توجه کنیم باید به نظر من ازش پشتیبانی کرد، نباید خود را به عنوان سخنگو یا رهبرش جا زد. هر کسی در جایگاه خودش باشد، نقش یک حزب، یک سازمان سیاسی با سندیکا، انجمنها، جنبش‌های مدنی فرق دارد. اون ریشه در جامعه داره، میتونه با تماس‌های افقی کار میکنه، باعث تقویت میشه. ولی بله، یک حزب سیاسی بدون جنبش اجتماعی، صنفی، سندیکایی، انجمنها، ما اگه واقعا دموکرات باشه موفق نخواهد شد. پس این در یک
رابطه تنگاتنگ قرار میگیره، ولی با حفظ استقلال و احترام به خواست او، چون خواست او صنفیه. امروز در همین مثال اخیر ایران که الان هم نشده، اگر نگاه کنیم یه سری میخوان از این طریق ادعای رهبریش میکنن، یه سری جناب معذرت بخوام راست افراطی ارتجاعی ایران میگه خواست سندیکایی مطرح نکنید، صنفی مطرح نکنید، بعد جمهوری اسلامی را بیندازید. یعنی اصلا به اون خواست صنفی توجه نمیکنه، فکر میکنه با یک حزب سیاسی برانداز طرفه، نه با یک جنبش سندیکایی به خاطر خواست صنفیش درگیر تحریم ها، گرانی، بیکاری، خیلی مسائل. امروز قش زحمتکش، حقوق بگیر در جامعه ایران روزانه باش درگیره، اون شیوه زندگیشه، اون مشکلات روزمرهشه. این نمیخواین قبول کنه که این باید از طریق مطرح کردن این خواسته هاست، ضمنی که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی توانایی برآورد این خواسته ها نداره، ولی این خواسته ها درسته، مشروعه. طرف کار میکنه، حقوق نگرفته، طرف گیرونی دستمزدش با این تورم بالاست. اینی که به نظر من، این نظر فردی من، یک جریان سوسیال دموکرات که میخواد نگاهش به عدالت اجتماعی هم هست در جامعه مثل ایران که فقر و بی‌عدالتی بیداد میکنه، باید این گوش شنوا را داشته باشه، باید این در برنامه‌هاش محسوب کنه که یکی از مشکلات جامعه ایران اون فقر و بدبختی و بیکاری و نبود عدالت اجتماعی در زمینه‌های گوناگون. بنده تمام کردم. متشکرم از شما آقای خلف. آقای قاسمی، به نظر شما آیا پروسه دموکراتیزاسیون در حال در کشورها بایستی از طریق جنبش‌های اجتماعی صورت بگیره؟ اگه پاسختون به این سوال بله هستش، فکر می‌کنید پروسش بایستی به چه صورتی باشه؟ بله، اگه اجازه بدید من در مورد یک کلمه در مورد استقلال سندیکاها بگم. اولا به عنوان سخنگوی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران میگم که یک حزب سوسیال دموکرات همیشه باید از حرکت‌های سندیکایی و جنبش‌های کارگری دفاع بکنه برای اینکه اونها بتونن به مطالبات خودشون برسن، و در این حال نباید از سندیکاها برای منافع حزبی و سیاسی خودش استفاده بکنه. در تاریخ ایران و در تاریخ جهان متاسفانه سندیکاها همیشه بازیچه دست احزاب سیاسی بودند، به خصوص احزاب لنینیستی، و این در واقع یکی از نظریات لنینه که سندیکاها رو به عنوان تسمه انتقال قدرت مردم به حزب بهش توجه میکنه. بنابراین استقلال سندیکا خیلی مهمه، و در ایران هم ما این مشکل عدم استقلال سندیکاها رو داشتیم. خواستم تایید بکنم فرمایشات دو دوست گرامی، دو رفیق گرامی. اما اینکه پروسه دموکراتیزاسیون از طریق جنبش‌های اجتماعی باید صورت بگیره، بله، باید از طریق جنبش‌های اجتماعی صورت بگیره. حالا جنبش‌های اجتماعی چجوری به وجود میان؟ جنبش‌های اجتماعی اگر دولت کار خودش رو درست انجام داده باشه، در واقع
جنبش‌های اجتماعی زیاد به وجود نمیان. جنبش‌های اجتماعی موقعی به وجود میان که دولت حقوق حقی مردم ایران مردمو نمیده. در ایران اینطوریه، حقوقو نمیده، بنابراین باید حرکت کرد، باید جنبش به وجود آورد. و این جنبش ها طبیعتاً به این شکل باید باشه که اول اهداف رو مشخص بکنه، یعنی پروسش اینه، نخستین چیز اینه که هدف مشخص بشه برای چی این جنبش داره به وجود میاد. دومین مسئله اینه که این هدف به شفافیت تمام بیان بشه در جامعه، برای دولت، برای ملت و برای تمام کسانی که در این مبارزه و در این جنبش حرکت میکنه. سوم، باید کوشید از طریق قانونی با استفاده از قوانینی که در جامعه وجود داره و با چانه زدنها با دولت و با کارفرمایان و با هر کسی که داره اون حقوق رو پایمال میکنه این کارو انجام داد. چهارم این که وقتی این حقوق رو باید درش مبارزه کرد و باید گرفت، وقتی این حقوق رو گرفتیم باید تبدیل به قانونش کرد. این خیلی مهمه. یعنی ببینید، یعنی هر چیزی که در اثر مبارزات اجتماعی به وجود میاد به جز اون 4-5 مرحله که گفتیم، به یک مرحله پنجم اینه که تبدیل باید به قانون بشه و این قانون باید روش نشست. یعنی در جامعه ما ایران امروز نفتگران با سازماندهی کردند، یک سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی رو کردند که گسترش پیدا کرده و رفته حتی به سمت، امروز اطلاعیه‌ای که دیروز من دیدم، رفته به سمت این که کارگران رسمی شرکت نفت هم ازشون دارن پشتیبانی میکنن و تقاضاهای مشخص دارن. تقاضاهاشون هم 4 تا است. 4 تا تقاضای مشخص دارن، شفاف، بستگی، استقلال خودشون رو تا حالا نگه داشتند. اینو باید بگیرن و بعد تبدیل به قانون بکنن. در جمهوری اسلامی در ماده 136 یا 138 قانون اساسی اومده که وقتی توافقهایی بین کارگران و کارفرمایان به وجود میاد باید بره به مجلس و در مجلس تبدیل به قانون بشه. مجلس هم حق نداره دخالت زیاد بکنه در این چیز، مگر اینکه خلاف یک سری چیزهایی باشه. اینجا خواستای مشخصه. برای همینه که مهمه که استقلال سندیکایی وجود داشته باشه. شما ببینید، من برمیگردم یه مقدار به تاریخ سندیکالیسم در ایران، نگاه میکنید ببینید که بیشتر وقتی یک سری حرکت هایی که به وجود اومده، این حرکت ها چون وابسته به احزاب بودن و غالبا وابسته به حزب توده بودن، حزب توده در اثر یک سازش با دولت تونسته همه اینا رو بزنه زیر پا. الان سندیکا متوجه شدن در ایران، سندیکاهای کارگری، که باید مستقل باشن، باید شفاف باشن، باید حقوق خودشونو بگیرن و به توافق نامه برسونن، توافق نامه رو ببرن به مجلس، در مجلس تبدیل به قانون بشه و بشینن روش حرکت نکنن. مثلا در کشورهای اروپایی شما شده ساعت کار 35 ساعت در هفته، نشستیم دیگه روش، دیگه نمیشه یه ساعت آوردش بالا. در ایران هم اینطوریه. الان اینا خواستایی که دارن، ساعت کارشون باید بیاد پایین، حقوقشون باید بره بالا، خواستن دو برابر بشه.
بنابراین اگر این و دو مورد دیگه هست که الان به آخرین نتیجه گیری هایی که رسیدن، اینها رو باید بگیرن تبدیل به قانون بکنن بشینن روش، و این پروسه‌ایه که کمک میکنه به دموکراتیزاسیون جامعه و کمک میکنه به این که جامعه به سمت دموکراسی حرکت بکنه. متشکرم از شما آقای قاسمی. آقای مانیا، در 10 سال گذشته همونطور که گفتم جنبش های مختلف اجتماعی شکل گرفته، ولی هر بار این جنبش ها با سرکوب رهبران و سران اونها از طرف جمهوری اسلامی مواجه شده. جنبش سبز که خب رهبرانش رو گرفتن، حالا هرچند که اونها هم یه جورایی متهم هستن. در جنبش های مختلف، مثلا در جنبش زنان دیروز خبر اومد که مسیح علی نژاد رو میخواستن برو بایند از امریکا و نقششون خونسا شد، مثلا روح الله زم رو گرفتن از فرانسه بردن کشتن. در جنبش های کارگری، در مثلا هفت تپه اسماعیل بخشی که یکی از در واقع نماد این مبارزین هست رو میگرفتن، به زندان محکوم کردن. یعنی هر جایی که یک جنبشی به وجود میاد، اون سرش رو که بلند میشه جمهوری اسلامی میخواد بزنه. فکر میکنید تا کجا حکومت میتونه موفق بشه و آیا اساسا امکان موفقیت حکومت در شکل گیری این جنبش های اجتماعی وجود داره به نظر شما؟ صداتون قطع آقای مانیا. بله، به گمان من اینه که ببینید، اشاره کردید به جنبش سبز. بدنه جنبش سبز خب یک در همون در تو فرایند جنبش سبز یک گام رادیکالی برداشت دیگه، یادتون بشه، و از رهبران محافظه‌کار خودشون جدا شدن. اینها به عنوان یه ذخیره در جنبش به طور کلی، جنبش های اجتماعی ما به عنوان یه ذخیره پتانسیل هستن، با آزمون هایی که داشتن و با تجاربی که آموختن، با چیزایی که آموختن. اما جنبش لایه های میانی جامعه بود، با وجود این که تونستن یک تظاهرات میلیونی و خیلی مدنی را بندازن که در واقع جهان رو خیره کرد، اما فرودستان از اونها پشتیبانی نکردن. این شاید یکی از درسایی هست که لایه‌های میانی، جنبش لایه‌های میانی در این مورد گرفته. حالا از طرف دیگه برخی جنبش‌ها هستن که یک حرکت واکنشی هستن، مثل آبان 98 که به بالا رفتن قیمت بنزین، سرآور شدن قیمت بنزین اعتراض داشتن و واکنشی بود، اما بیشتر از سوی بازم فرودستان جامعه بود. این بار لایه‌های میانی از اینا پشتیبانی نکردن. اینا نقاط ضعفی هست که همه این هر دو باید یاد بگیرن، هر دو باید بدونن. جنبش فرودستان باید بدونه به کمک لایه‌های میانی نیاز داره وقتی که به خیابون میاد، چون در اون صورت میشن میلیونی، فراگیر، سراسری و حتی میتونن تمام الگوی قدرت سیاسی رو جابجا کنن. اینقدر میتونن موثر باشن. همونطور که میدونید در آبان 98 اینا خیلی ترسیده بودن. سخنانشون که میشنیدی میدیدی از ولی فقیه تا سرداران گفتگو میکردن، سخن میگفتن در این مورد، پیدا بود که چقدر ترسیدن از آوار 98. ده 96 هم باز جنبش فرودستان بود، ولی باز تنها بودن، لایه های میانی به کمکشون نیمدن. یکی از چیزهای خیلی بدی که وجود داره اینه که گاهی اوقات میبینی یه استان شورش میکنه یا اعتراض میکنه، جنبشی رو را میندازه و استانهای دیگه بیاریش نمیان. میبینی متمرکز میشه جنبش ها در فقط تهران، اصلا شیراز و اصفهان به کمکش نمیان. یا اینکه مثلا کردستان جنبش را میندازه، تهران و شیراز و اصفهان به کمکش نمیاد. میدونی این یک نقاط ضعف بزرگیه که جنبش های اجتماعی ما داره. خب حالا جنبش های اجتماعی، یا این به دلیل سرکوبکاری رژیم نیست؟ یعنی نه این به دلیل، به گمان من به دلیل عدم آزمونه، یعنی یک فقدان یه آزمونی که اینا بدونن و آگاه بشن
اینو آگاه بشن و بعد اراده بذارن روی این آگاهیشون که اوکی پس اینجوریه، اینجوریه که ما تنها میمونیم و سرکوب به راحتی سرکوب میشیم. خب ما میدونیم که وقتی لایه‌های بیانی و فرودستان با هم گرد بیان معمولا انقلابی را میفته، اینجوری میشه، اینقدر قدرت میشه یک نیروی یک سیل موجش میشکونه، اصلا میتره کنه. ببینید یه جنبش اجتماعی، حالا در ادامه پاسخ به پرسش پیشینتونه ولی اشکال نداره چون به هم ربط داره که داره بید. یه جنبش اجتماعی میتونه خیلی پیوسته و دراز مدت بشه و حتی به نهادینه بشه و یا حتی به حزب سیاسی هم فرا برویه، این هم امکانش هم هست. اما جنبش ها یا به هدافشون میرسن جنبش های اجتماعی یا اینکه سرکوب میشن. خب رژیم مذهبی معمولا به تنها چیزی که فکر میکنه سرکوب اوناست و به این فکر نمیکنه که بشینه با اونا گفتگو کنه ببینه پیشنهادهای اونا چیه، چی کار میتونه. بعضی هم کارگران صنعت نفت، کارگران روژه‌ای، اگر اینا تو عادی بایستی جز کارکنان نفت باشن، اینا کارگرای ساده نیستن، اینا متخصصن، اینا بهترین جوشکارای شرکت نفت تو هفشجان و سلیمان، من اینا رو میشناسم، برخیارو که دوستی دارم باشون. اینا در واقع نیروهای متخصصی هستن که به جایی که اینا رو استخدام رسمی کنن که از همون حقوق کارکنان اصلی برخوردار بشن، کارکنان رسمی شکل برخوردار بشن، مزایا، حقوق و خیلی چیزهای دیگه، بهداشت و درمان، آموزش پرورش و خیلی چیزهای دیگه، متاسفانه اینا حالا دارن حتی 6 میلیون پایین تر از خط فقر حقوق میگیرن. میبینی چقدر وحشتناکه؟ و بعد اینا الان اینا رو میخوان زیر فشار بذارن که آقا خیلی خوب شما اتصال کردید، باشه ما میریم کارگر میاریم. اما به این راحتی نیست، اون کارگره که میان باید متخصص بشن، به یه دوره آموزشی میخواد تا به بازدهی برسن. به همین خاطری که اینا چون میدونن متخصصن و اینا مجبورن باشون حرف بزنن در آخر سر جوریه. ببین جنبش های ایران معمولا، جنبش های اجتماعی ایران معمولا همونطور که خودتون اشاره کردی سرکوب میشن. رژیم جز سرکوب هیچ پاسخ دیگری نداره به جنبش های اجتماعی ده. اما جنبش های اجتماعی با سرکوب از بین نمیرن، راه و روش های دیگری پیدا میکنن. همیشه اینجور بوده تو تاریخ. در واقع اینا یه جایی سرکوب میشن، عقب نشینی میکنن، این جنبشی که را افتاد یه ترکی در ساق الگوی قدرت سیاسی ایجاد کرد، به دیوارش ترکی وارد کرد، پس میشینه، بعد یک زمان دیگری با یک فراگیرتر، گسترده‌تر و با یک موج سنگین‌تری میاد. اینا در مجموع در واقع پشتوانه، همونجور که گفتین، پشتوانه دموکراسی، برقراری دموکراسی همین جنبش‌های اجتماعی هستن. تنها بایستی فقط یه چیز وجود داشته باشه، یه جایگزین بهین، چون بعداً جنبش ها که گرد میان فراگیر و ملی میشن در برابر این پرسش قرار میگیرن که خب ما میخوایم چی بذاریم جای این قدرت، چون این قدرت میدونی که ناکارآمد، ناتوان، سترون، دروغزن، در حد بیشرمانی، سودجوی، غارتگره، مثل که یک کشوری رو گرفتن اشغال کردن دارن مردم رو غارت می‌کنن، که نمونهش همین کارگران کارمزد صنعت نفت. خب بایستی بدونن که یک گروه هماهنگ کننده وجود داره، اینا میتونن با کنشگری و افقی با هم یک شبکه افقی وجود بیارن. بی خود نیست وقتی که ایشورشا جنبشا را میفته اینترنت رو قطع میکنن، چون از طریق همین رسانه ها سریع با همدیگه تماس میگیرن و پیام رسانی میکنن به همدیگه و میتونن حرکاتشون رو منظم کنن و همراه همدیگه کنن. به گمان من مردم ایران هوشیارتر از این حرفا هستن که بخوان بپذیرن که اوکی همینه که هست، ما خار ذلیل باید زندگی کنیم تا پای ابدالدر، چنین چیزی نیست از نظرم. متشکرم از شما ایمانیا. آقای خلف، اگر یک نگاهی به در واقع یک بخوایم یک نگاه مختلفی داشته باشیم به جنبش‌های اجتماعی مثلا در فرانسه که ما داریم، من و شما داریم درش زندگی می‌کنیم و ایران،
مثلا توی فرانسه جنبش جلیقه زردها که از سال 2018 شروع شد یک جنبش بی سابقه بود در تاریخ فرانسه، بدون اینکه حتی رهبری داشته باشه تونست توی 17 نوامبر 2018 یک تظاهرات بیش از 300 هزار نفری رو سازماندهی کنه و بسیاری از مطالباتشون هم بهش رسیدن. میخوام شما از این زاویه نگاه کنید، مقایسه بین جنبش‌های اجتماعی در کشورهای دموکراتیک و در کشورهای دیکتاتوری و پاسخ من به این پرسش رو هم اگر پرسشی که از آقای مانیا پرسیدم، آیا سرکوبگری رژیم‌های توتالیتر باعث توقف این جنبش‌ها میشه یا خیر؟ صداتون قطع است آقای خلف. بله، بخیر مقایسه کنیم تو جنبش ایران به علت نبود دموکراسی، نبود آزادی احزاب و نبود مرکزیت یا یک رهبری سندیکاهای مختلف سرتاسری، این عوامل باعث میشه که اون تماسای افقی رو به خصوص در عصر امروز، اگه وقتی که انترنت هم جدا آقای مانیا خوب دست میزده روش، این باعث اشکال میشه. در صورتی که همجور که گفتی مثل جنبش جلیقه زردها به علت وجود دموکراسی، داشتن تجربه کافی جنبش های اجتماعی و سندیکایی چطوری را بند کنی، چطوری این سر میدون ها غمپوان ها ترافیک رو مختل بکنی، اینا تجربه است که در جنبش های اجتماعی در جامعه دموکراتیک میشه انجام داد. ولی ما با یک جامعه سربسته بخصوص اونجا که مربوط به اعتصابات در شرکت نفت یا در تولید شرکت نفت به وجود میاد، این جمهوری اسلامی گفتم در اوایل صحبت خودش یکی از رژیم هاییست که به وسیله اعتصابات سرتاسری شرکت نفت و کارمندان ادارات و آموزش پرورش اومد موفق شد. در کنارش بعدن مسجد و روحانیت خودت دست گرفتن. این آگاهی رو داره، به این خاطر که امروز حتی اون زیر مجموعه ها که آقای مانیا دست میذاره روش به وجود آورده، ولی وقتی زیر مجموعه ها نگاه کنین شرکت های زیر مجموعه سپاه هست که در امور شرکت نفت وارد شدن و این به صورت شرکت های خصوصی عمل میکنن. این مشکلاتی که جنبش اجتماعی داره، ولی استبداد در ایران تجربه اینو داره که هر وقت رژیم مرکزی ایران در ضعف قرار گرفته، به علت در این صد سال اخیر چیزی که جنبش ایران یا جامعه ایران با کشورهای همسایه تفاوت عمیقی داره، سرزنده بودن فرهنگ و مبارزه جنبش‌های اجتماعی در ایرانه. شما با این همه سرکوب، ولی جنبش اجتماعی، سندیکایی، مدنی در جامعه ایران نگاه کنی سرزنده است. چند سال پیشبینی میکنیم میاد هی سرکوبش میکنه، ولی به یه شکل دیگه میاد بالا. اینه که امروز من در اول صحبتم گفتم، بازم تکرار میکنم، باید ازش پشتیبانی کرد، باید بهش کمک کرد بدونی که ادعایی در رهبریش یا اینو مستلزم بکنی به براندازی. این دنبال خواست سنفی خودشه در اون چارچوب قوانین موجود، هر چند تو قوانین به نفع اینا نیست، ولی این باید با استفاده از همین روزنه‌های موجود اون مبارزه سنفیشو ادامه بده. این ولی کسانی که میان دعوت میکنن به براندازی یا میخوان رهبریشو دست بگیرن یا اصلا میگن خواست سنفی تو بذار کنار بیو فقط برانداز بشو، این بهش ضربه میزنه، همون ضرباتی که خود سران جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون اینو زیر فشار قرار میگن، رهبران زندانی میکنه اینا. اگه نگاه کنیم در ایران اون جنبش مالباختگان، جنبش اون کامیونداران، شرکت نفت نشون میده که این جنبش ها جنبش هاییست که در جوامع مدرن صنعتی است. این فرق جامعه ایران با کشورهای همسایه همین جاست.
فرق جامعه ایران با اون چین کهن همین جاست که این جنبش ایران یک جنبش دارای نشانه های جامعه مدرن صنعتی است. داره از گذاری که میگیم از جامعه سنتی به جامعه مدرن، این نشون میده که این حرکات در جامعه مدرن وجود داره. در جامعه کسی که به جامعه سنتی آلمان هم آشنایی دارن، ببین سندیکا، استقلال و اگنتال و اینا نگاه بکنید، همین حرکات رو انجام میدن. مذاکرات سنفی، حقوق، حتی احزابی مثل احزاب سوسیال دموکرات، حتی چه در جوامع اروپایی و چه در ایران، اگر میخواد جامعه را رفرم کنه احتیاج به سندیکا داره، احتیاج به جامعه ارگانیزه داره. به تنهایی نخواهد توانست جامعه ایران را رفرم کند، باید با پایه اجتماعی، سندیکا، انجمنها، نمیدونم قانون و وکلا، هر چیزی، هر اون اقشار مختلف اجتماعات خاص خودش داشته باشه تا بشه اون جامعه را ارگانیزه کرد و سوی رفرمش داد. از اون حالت سنتی به نظر من یه چیزی جامعه ایران داره در این 40 سال اخیر هم نشون میده، اون جوانیشه، اون حرکات مدرن شد، چه در مقابل استبداد مذهبی و چه در مورد مطرح کردن خواستهاش. جنبش زنان در ایران خیلی قویه، این خیلی مهمه. این یکی سازمان ها و احزاب سیاسی باید بیشتر رو این مسائل به نظر من، بخصوص احزابی که نگاهشو به تغییر تحولات مردم ایران میبینن، یعنی نه به وسیله جنگ و این مسائل چلبی سازی، یعنی موتور تغییر تحولات در ایران اگه جامعه مدنی و مردمان ایران میبینیم، راهی جز همراهی، همگامی، پشتیبانی از جنبش های سندیکایی، مدنی، اجتماعی نیست. من تمام. متشکرم از شما آقای خلف. آقای قاسمی، میدونم که شما 4 کتاب در مورد سندیکالیسم نوشتید. یک کتابی مشخصاً با عنوان سندیکالیسم در ایران که به شکلی و تحولات سندیکاهای کارگری قبل از انقلاب مشروطه پرداختید. میخواستم از شما بپرسم علت بحران ناکارآمدی سندیکالیسم در ایران رو در چه عواملی میدونید؟ به نظر من به این سوال یه مقدار دوستان اشاره کردن، خود منم عرض کردم. ببینید، حرکت‌های سندیکایی در ایران قبل از انقلاب مشروطه شروع شد و این هم در توسط انجمن‌ها شروع شد، توسط احزاب اون زمان شروع شد، مثل حزب سوسیال دموکرات که این در دوران قبل از انقلاب مشروطه است، حزب عدالت، بعد حزب سوسیال دموکرات های مسلمان، مرامنامه جنگلی ها هست و یک سری احزابی هستند که در واقع یا حزب انقلابی مجاهدین مشهد. ببینید، این جنبش ها از اون زمان شروع شدند، سندیکاها فعالیت داشتن، ولی همه اینا به یه شکلی هنوز رشد نمیتونن پیدا بکنن تا اینکه انقلاب مشروطه به وجود میاد. انقلاب مشروطه هم به وجود میاد، یکی از صحبتهای جالبی که آقای مانیا کردن و اون در ارتباط با جنبش ها بود و میگفتن که مثلا در فلان شهر جنبش میشه، در فلان شهر دیگه نمیشه. اگه ما انقلاب مشروطیت نگاه بکنیم، نگاه میبینیم که همزمان در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان، تبریز، رشت، شیراز، تمام مشهد، در اینجا یه دفعه حرکت به وجود میاد. چند سال طول میکشه ولی حرکت یه دفعه به وجود میاد و اینه که جنبش رو نگه میداره. و چیزی که عدم موفقیت سندیکالیسم، یا البته موفقیت هایی داشتن، مثلا ببینید
ما نگاه بکنیم سال اوائل 1300 محمد دهگانو داریم، نمیدونم اسمشو شنیدید یا نه، این روزنامه حقیقتو که ارگان رسمی شورای متحده کارگران ایرانه رو به وجود میاره و سه چهار سال این روزنامه، روزنامه حقیقتو میتونه داشته باشه، ولی رضا شاه سرکوب میکنه. در شرکت نفت در 1306 اعتصاب کارگران به وجود میاد برای خواستای ابتدایی، برای اینکه شرکت نفت یه دفعه اومدن در اونجا یه سری شهرسازی کردند و یک عالم کارگر گرفتن، کارگرهای ایرانی غیر ایرانی، اختلافات و اختلافات نژادی و تبعیضی در میان چیز کارگران بسیار وجود داشت، چون اونجا سه نوع کارگر داشتیم، کارگرای ایرانی داشتیم که حقشون از همه کمتر بود، کارگرای هندی داشتیم که حقشون بیشتر بود و کارمندا و کادرها و مهندسین انگلیسی رو داشتیم که اینها حقشون بیشتر بود و جاهایی که ایرانی ها زندگی می کردن در واقع یک محل های مسکونی مناسب نبودن، چون این شهرهایی که شما الان دارید می بینید در اونجا وجود داشت، مثل اندیمش، گچساران، نمیدونم فلان و اینا، قبلا اینا وجود نداشت، اینا شهرهایی هستند که بعد از مسئله نفت به وجود آمدن نفت به وجود میان، بنابراین از شهرسازی مناسبم استفاده نشده بود، از این خونه های ساخته شده، پیش ساخته شده آورده بودن اونجا زندگی، یعنی واقعا تبعیض میکردن. خب در اونجا سندیکای کارگران به وجود میاد، رضا شاه با قوای نظامی خودش حمله میکنه و 201 نفر رو میگیره. رضا شاه داره برای کی کار میکنه؟ برای شرکت نفت انگلیس داره کار میکنه، حمله میکنه 201 نفر رو میگیره، 4-5 نفرشون هم میاره همه رو تهران و 4-5 تاشون هم محکوم به حبس های بلند مدت میشن. در 1947 باز اعتصاب دیگری در شرکت نفت انگلیس و ایران میشه به رهبری یوسف افتخاری، اسمش تا شادم میرفت، رهبری یوسف افتخاری که بازم زیر چکمه سربازان انگلیسی این و دولت مرکزی از بین میره و اعتصاب نمیتونه موفق باشه. میایم در یه جاهایی که حالا ببینید چجوری دولته، ببینید اینجا نقش دولت خیلی مهمه. در زمان مصدق اعتصاب سراسری کارگران نفت به وجود میاد، دولت مصدق طرفدار اعتصاب کارگرانه و اعتصاب پیروز میشه. در بعد از دولت مصدق اعتصابات شرکت نفت دیگه به وجود نمیاد، نمیذارن به وجود بیاد تا انقلاب 1357. 1357 به وجود میاد، اعتصاب به وجود میاد، انقلاب به وجود میاد، در تمام شهرها سندیکاها بلند میشن، جنبش های کارگری به وجود میاد، کارخونه ها رو که حقشونه، به نظر من حق کارگراست که اگر نتونستن حقوق خودشونو از طریق قانونی بگیرن، کارخونه ها رو اشغال بکنن، حقشون حتی از آنارکو سندیکالیسم هم استفاده بکنن، برای اینکه حق اونهاست و حقشونه که در اداره امور کارخونه مشارکت داشته باشن. در فرانسه ما اینو داریم، در کشورهای مختلف داریم، اینو بهش میگن اوتوجستیون یا کوجستیون یا سلف منیجمنت میگن،
الان در کشورهایی داریم که این کار داره انجام میشه به شکلهای مختلف در رده‌های مختلف. در اسپانیا داریم که 100% اوتوژستیونیه، در فرانسه داریم یه مقدار کمتره، در امریکا، در انگلیس داریم، ببخشید در آلمان داریم کوژستیونیه. اینا همه سیستم هایی که پیروز میشه و در زمان انقلاب این کار شد و مردم، کارگران شروع کردن به مشارکت در مسائل مربوط به اداره کارخانجات. اما جمهوری اسلامی بلافاصله که وقتی قدرت گرفت دستش، وزیر کار آقای داریوش فروهر که عضو جبهه ملی، هیئت رهبری جبهه ملی بود، گفت سندیکاهای کارگری مستقل منحل، سندیکاهای از این به بعد باید سندیکاهای اسلامی به وجود بیاد در کارخونه ها. وزیر من کار ندارم با گذشته فروهری که گذشته بسیار عالی داشت و بعد از این دوره که دوره تاریک و دوره شومی که وزیر کار شد و با جمهوری اسلامی همکاری کرد، بعدش هم گذشت، بعدش هم به خوبی مبارزه کرد با رژیم، کشته شد در رژیم. ولی همون حرکت سندیکاهای اسلامی به وجود آوردن، اونجاست که مرد سیاسی باید حرکت بکنه و بگه نه آقا، سندیکاهای خودتون رو تشکیل بدید، سندیکاهای مستقل رو تشکیل بدید. ما تجربه سندیکاهای مستقل رو در ایران داشتیم و نتیجه خوب داده. دور در دوران مصدق، شما میدونید تا قبل از دوران مصدق سندیکا همیشه وابسته به احزابی بودن تحت عنوان احزاب چپ، یعنی که زیادم نبود، فقط یکی بود و اونم حزب توده بود که حزب چپ هم نبود، حزب وابسته ی راست استالینیستی و لنینیستی بود. ولی شما نگاه میکنید که ما این تجربه رو داریم و شروع میکنیم میگیم بیایید حالا سندیکاهای اسلامی رو درست بکنیم. سندیکاهای اسلامی یعنی همون سندیکاهای لنینیستی، یعنی همه رو گرفتن انداختن توی زندان، نذاشتن آزادی سندیکاها از بین رفتن. الان چیز جالبی که من توی این حرکت امروز توی کارگران شرکت نفت دارم میبینم بسیار جالبه. ببینید اینا چهار تا خاص دارن. چهار تا خاص، یکی برابری دستمزد که میخوان که دستمزدشون برسه به، و حالا یه کاری که باز یه حرفی که دوستان زدن، به خصوص آقای مانیا زدن، در ارتباط با اینکه اختلاف به وجود میارن و در جاهای مختلف اختلافات مختلف به وجود میارن و تیکه تیکه میکنن برای اینکه بتونن حکومت بکنن، سندیکاها فهمیدن، متوجه شدن، الان اینا شروع کردن در بخشهای مختلف وارد مذاکره شدن. یعنی کارفرماهای دولتی، اینا کارفرماهای دولتی هستن ها، اینایی که الان میان در واقع زیر نظر دولت دارن کار میکنن، پیمانکارهای دولتی هستن. این پیمانکاری یک رسم و روشی داره در دنیای متمدن، در دنیای صنعتی. وقتی شما دارید پیمانکاری میکنید، باید تمام حقوقی رو که بر اساس کنوانسیونهای اون شغل انجام شده، شما بخواید که وقتی شما کارگر شرکت نفتید، چه تو شرکت نفت باشید، چه توی کارخونه شل باشید، چه تو توتال باشید، قوانینتون یکی، از یک قانون باید استفاده بکنید. در ایران اینطوری نیست. طرف داره کارگر نفته، میگفتن جوشکاره یا مهندسه، ولی چون توی این کارخونه است، یک دهم کمتر حقوق میگیره نسبت به اون یکی کارگر. در فرانسه همچین چیزی نیست، در دنیای صنعتی همچین چیزی اصلا امکان نداره. شما یک شغل دارید، این شغل یک تعریف شده، یک حقوق داره، حقوق بالا پایین، یک دوره تعطیلات داره، دوره ساعت کار داره، تمام اینا برای همه آدم ها، شرکتشون هرچی میخواد باشه یکسانه. و این در ایران نیست. یکی از چیزهایی که
الان اینا شروع کردن به نگوسیاسیون، به چانه زدن در تیکاب آد با گروه های مختلف، چون چیه 105 تا واحد الان در حال اتصابن، اینا شروع کردن با واحد های مختلف در حال مذاکره برای اینکه بتونن اختلاف بندازن و حکومت بکنن. اینها متوجه شدن، اون گروه رسمی که داره اینو سرپرستی میکنه و اداره میکنه متوجه شدن، گفتن مذاکرات تک به تک نکنید، اگر مذاکره میخواد بکنید 4 تا شرط رو گذاشتن و این 4 تا شرط رو مشخص کردن که حداقل حقوق از 12 میلیون نباید کمتر باشه، باید دوره کار، مدت کار 20 روز باشه، مدت استراحت 10 روز باشه، باید وضع اتاقهای غذاخوری جایی که کارگرا محلهای محیط کارشون از نقطه نظر ایمنی و اینها همونی باشه که در کارخونه ها یکسان باشه، باید توافقات، ببینید این هم چیز جالبه که من در صحبت قبلی میگفتم، باید توافقات به صورت کتبی رسمی صورت گیرد و دولت موظف به پیگیری اجرای آن توسط پیمانکاران هست. بنابراین جنبش های کارگری حرکت های سیال هستند. حرکت سیال جلوش رو نمیشه گرفت، آبی که هواست، جلوی هوا رو نمیشه گرفت، جلوی آب رو نمیشه گرفت، هرچی سدش بکنید میزنه، میشکنه، از بین میبره. حرکت ها و جنبش ها اجتماعی شدیدتر از سدها هستند و شکننده تر از سدها هستند، استبدادها رو میزنن، میکوبن، از بین میبرن. اما اونچه که باز مهمه، دوستان گفتند از اینها نباید حواسمون پرت بشه که اینها رو با هم اشتباه نکنیم. جنبش های کارگری باید در جهت دموکراسی برای جامعه باشند، در جهت عدالت و برابری برای جامعه باشند، در جهت از بین رفتن فقر در جامعه باشند، و هر جریانی که از این جنبش ها استفاده دفاع بکنه خودش متعلق به اون جنبش هاست، متعلق به اون حرکت دموکراسی که در جامعه داره شکل گرفته و داره پیش میره. دموکراسی رو نمیشه مستقر کرد، نمیشه ساخت، یه چی ساختمون نیست. دموکراسی یواش یواش حرکت میکنه، میره جلو، میاد عقب، میاد بعد، میخوره ضربه، میخوره ضربه میزنه، یک روال سیاله که باید به وجود بیاد. بنابراین در ایران علارغم اینکه ایران در خاورمیانه حتی سندیکاهایی که ما در ایران داشتیم در روسیه وجود نداشته، در اتحاد جماهیر شوروی ما سندیکاها رو نداشتیم، در ما سندیکاها رو در ایران قبل از انقلاب مشروطیت داشتیم، قبل از 1945 داشتیم و فعال بودن در شرکت‌های مختلف تنابسازی، نمیدونم هر جا که صنعت بوده اینها فعال بودن. بنابراین ایران رو اونطوری نگاه نکنیم. در هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه، من سندیکالیسم در کشورهای جهان نوشتم، در کشورهای جهان سومو نوشتم، یکی از کتابایی که نوشتم، ببینید نگاه میکنید میبینید تمام بقیه این سندیکا بعدها 30 سال بعد به وجود اومدن. در ایران این سابقه وجود داره و باید بهش اطمینان کرد و باید به کارگران ایران، به زحمتکشان ایران، به کاردانی اینها دیگه اون کارگرای نمیدونم کوره های آجرپزی نیستن، اینا همشون مهندسینن، تکنیسیان های درجه یکن که اگر برن توی کشورهای دیگه بخوان کار بکنن 10 برابر اون پولی که اونجا بهشون میدن. بنابراین دولت موظفه که حقوقشون رو به شکل آبرومندانه بده و شرایط و کارشون رو به شکل آبرومندانه برقرار بکنه. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما آقای قاسمی. حالا شما توی حرفاتون صحبت از زنده یاد داریوش فروهر کردید. من یه چیزی رو باور نمیتونم نگم، اونم اینه که من نمیدونم بعد از انقلاب 57 این چه تفکر واقعا روان پریشانه ای بوده در سطح جمهوری اسلامی که ما شاهد تغییر واژه ها بودیم، مثلا دانشگاه اسلامی، فلسفه اسلامی، نمیدونم خودروی اسلامی، یا حتی دادل میگفت ژاپن اسلامی. حالا دیگه پدیده سندیکالیسم اسلامی رو من اولین بار بود واقعا میشنیدم و اینم جای تعجب داره و خیلی برام جالب بود که من این موضوع رو نمیدونستم. به حال زنده یاد البته کلمه سندیکالیسم اسلامی نبود، کلمه کمیته های انجمن های اسلامی جان، انجمن های کارگری اسلامی. یعنی انجمن های کارگری اسلامی که در واقع همون سندیکا هستن. یعنی میخوام بگم کلمه رو اینطوری استفاده نکردن. یعنی شما فلسفه اسلامی من نفهم یعنی چی؟ فلسفه یعنی کند و کاف در مورد چیستی هستی. حالا شما میگید فلسفه اسلامی، یا مثلا ماشین اسلامی یعنی چی؟ یعنی مثلا نه اتفاقا خوب معلوم شد که همه این اسلامی ها چی میشن آخرش. آره همه این اسلامی ها همین میشن که الان جمهوری اسلامی هست. میدونید همه این اسلامی ها همین میشن که جمهوری اسلامی هست، و اگر کسایی اشتباه کردن اون راه رو رفتن متوجه شدن و جامعه ما متوجه شده، آگاه شده به خطر بزرگی که اسلام براش به وجود آورده. بسیار متشکرم. خب دوستان وقت برنامه تمومه، ولی چون از یک ساعت هم گذشتیم، ما اگر که حالا دوست دارید در حد یک دقیقه اگر میخواید جمع‌بندی کنید صحبتاتون رو، اگر صحبتی یا نکته نظری دارید میخواید. آقای مانیا میخواید از شما شروع کنیم؟ بسیار خوب. ببین آقای جعفری جان، اول بگم که اصلا از این سخنانی که داشتن آقای قاسمی کردن من حس کردم یک یعنی لذت بردم. بعد ببین آقای جعفری، ببین دموکراسی خواهی خودش یه جنبش دموکراسی خواهی ایران. خب الان ما یه جنبشی داریم به نام جنبش لائیز، جنبشی که داره مسئله مذهب رو خیلی جدی مطرح میکنه، خب توی خود جامعه و توی خود بیرون از به اصطلاح توی الیت جامعه. آخه ببین وقتی یه رژیمی هیچ راهی برای مردم نذاشته، هیچ نهاد رسمی که مردم بتونن از طریق اون نهاد، از رهگذر اون نهاد بتونن تو سرنوشت خودشون یه تغییری بدن، یه تأثیری بذارن، به جا نذاشته، ببین مجلسش میشه قالیباف. دستگاه قضایی مستقل که نداره هیچی، رئیس دستگاه قضایی شادیه کسی که گاز میگیره مدام، آقای اژه‌ای. بعد رئیس جمهورش که حتی همون شیش کلاسش هم بلدی صحبت بکنه میشه رئیس جمهور. یعنی به طور کلی مردم ایران بیرون از تمام این نهادهای قدرت. خب اینا خودشون دارن مردم رو برانداز میکنن. وقتی مردم هیچ راه دیگه براشون باقی نمیمونه، به جنبش فکر میکنن، به اندیشه جنبش میافتن که چه کار کنیم. و همینجور که آقای قاسمی گفت، این مردم ایران از این هوشیاری برخوردارن و شاید بشه گفت که ستون فقرات یه همچین جنبشی که در جامعه هست به طور کلی همین انجمنها و سندیکاها هستن. اینا رو کم بها ندیم. متشکرم، خیلی ممنونم. آقای خلف، جمع‌بندی شما رو میشنویم. صداتون قطع هست. خیلی خوشحالم از بحث امشب. دوستان دست گذاشتن روی بحث پایه‌ای دیگه که در این 150 سال در ایران مشروطیت هم همین بود، جنبش تجدیدگرایی. قبلش هم پا را گذاشت در مدرنیته تکنولوژی یا تکنیکی. امیرکبیر و فراهانی هم که دنبال کردن، جنبش مشروطه هم که پارلمانتاریسم رو مشروط کردن بود،
که اونم از مبارزات سندیکایی یا انجمنهای مختلف و احزاب اومد، اون گام مثبت اولین کشوری در خاورمیانه که دارای مجلس مؤسسان میشه. جنبش ملی کردن نفت در ایران خیلی پیشرو بوده، حتی نمونه ای از جنبش های اجتماعی سیاسی حقوق ملی. و متاسفانه در سال بلد رعایت نکردن اون قوانین مشروطه شد به بازگشت فرزندان شیخ فضل‌الله نوری و این 42 سالم این واقعیت رژیم میگم حکومت‌های اسلامی توکراسی، اینکه جمهوری که نیست، که یه توکراسی با شرایط خاص خودش، با قانون خاص خودش، قانون وسطایی است. و ایران با این همه جنبش‌های اجتماعی در ایران سرزنده است و مبارزه می‌کنه با اشکال گوناگون و همزمان داره خودش هم به روز می‌کنه. همین صحبتی که آریومانیا می‌کنه، الان جنبش دموکراسی لایک در ایران مطرح است. این خیلی مهمه، میخواد حتی تبعیض‌ها علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی، دموکراسی، پارلمانتاریسم، اصلا میخواد مدرنیته را بیاره همزمان و دموکراسی. اینه که اون جایگاه استقلال سندیکا، انجمنها و و این خودش در بطن اینه. این ثابت من این که دوستان که به این مسائل اعتقاد دارن، به این نوع دموکراسی، به خصوص اون سوسیال دموکراسی های لایک جامعه، باید موظفیم توضیح بدیم، موظفیم با صدای بلند روی نقاط اصلی که چگونه رژیمی میخواییم فردای این استبداد مذهبی. این خیلی مهمه که بر پایه جامعه مدنی، حق شهروندی است، نه بر اساس سنت و مذهب و رعیت و امته. یک شهروند مدرن، این خیلی مهمه. من تمام کردم. متشکرم از شما آقای قاسمی جنبندی. شما رو میشنویم. بله مرسی. من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم و پیامم به کارگران در حال اعتصاب ایرانه، و اون اینه که شما بدونید که برای نان و آزادی و عدم تبعیض دارید مبارزه میکنید. میخواید حقوقتون برابر باشه با حقوق دیگران، میخواید شرایط زندگی و کارتون همونطوری باشه که دیگر کارگران شبیه شما هستن. برای همین ما که به عنوان سوسیال دموکرات های لایک ایران هستیم و در برنامه خودمون با فقر و استبداد و حکومت دینی شدیداً مبارزه می کنیم، پشت شما هستیم و از شما پشتیبانی می کنیم و به این حرکت درست شما می پیوندیم و ازتون می خواهیم که یک گام عقب نشینی نکنید تا اینکه به اهداف خودتون برسید. خیلی متشکرم از شما آقای قاسمی، خیلی ممنون آقای خلف، آقای مانیای گرامی، و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که در با ما در این میزه گرد 37 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک همراه بودید. تا یک برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.